درود بر شما دوستان عزیزم، وقت همگی به خیر. شروع میکنیم با همدیگه درس 19 هم از گرامر سطح B5 رو. امروز میخوایم در واقع راجع به یه بحث رپوزیسیون صحبت بکنیم، حرف اضافه. همونطور که میدونید ما حرف اضافه برای افعال داریم، حرف اضافه هایی داریم که فقط شکل داتیوی دارن، یعنی فقط اسم بعد رو در واقع آرتیکل رو به داتیو تبدیل میکنن، و برخی از حروف اضافه هم آرتیکل رو در واقع نقش آکوزاتیوی بهش میدن در جمله. خب امروز ولی میخوایم راجع به حرف اضافه های صحبت کنیم که در جمله به اسم بعدش حالت گنتیو میده و فقط با گنتیو میاد. بنابراین این حرف اضافه هایی که امروز با هم صحبت میکنیم فقط در گنتیو کار میده. من عنوان درسمون رو طبق معمول می نویسم، رپوزیسیونن میت گنتی. پس عنوان درسی ما امروز حروف اضافه ای هست که فقط در گنتی استفاده میشه. اگر خاطرتون باشه، دوستان ویدیو ها رو دیده باشن میدونن که برخی از حروف اضافه فقط با داتیو میاد که درساش داده شده، برخی از حروف اضافه فقط با آکوزاتیو میاد، یعنی شکل آکوزاتیوی بهش در واقع آرتیکل میده، و بعضیاشون هر دوتا بستگی به جمله داره، یعنی هم میتونه داتیوی باشه هم آکوزاتیوی. امروز میخوام راجب حروف اضافه برای گنتیو صحبت کنیم. شاید قبلا من در درس ها راجب این موضوع صحبت کرده باشم، ولی به هر حال امروز یک جمع‌بندی کلی داریم. سعی میکنم بهتون امروز اینطور بگم که چرا یه حرف اضافه رو در واقع در گنتیو استفاده میکنیم در یک جمله، یعنی کاربردهاش رو میخوام امروز به شما بگم. ببینید، ما اگه قرار باشه حروف اضافه رو من به فارسی بنویسم راحت ترم براتون، ولی خب آلمانیش هم حالا بخواین رو برش براتون می‌نویسم. اگه ما بخواییم حروف اضافه رو در گنتیو، منظورمون دیگه فقط در گنتیو دسته بندی بکنیم، ما کلن 4 دسته حروف اضافه داریم. یک دسته از این حروف اضافه بهش میگن حروف اضافه، در واقع بهش میگن زمانی یا مربوط به زمان. من اینجوری می نویسم که شما متوجه بشید. قسمت دوم حروف اضافه مکانی هست یا مربوط به مکان. دسته سوم حروف اضافه دلیلی هست، اینجوری بنویسم، یعنی مربوط به دلیل. و حروف اضافه تناقض بنویسم، یعنی مربوط به نقض موضوع اول. اینطوری می‌نویسم بعد براتون توضیح میدم. ببینید هیچ وقت خب ما تو فارسی که اینطوری نداریم، که تو آلمانی نمیتونیم اینطوری براتون توضیح بدم، برای همین من مجبور اول به فارسی براتون بنویسم که شما وقتی براتون توضیح میدم بعد متوجه میشین که هر کدوم از اینه که حالا تفسیر خود من هست، حالا ممکن شما اصلا قبولم نداشته باشید، ولی به هر حال این تفسیر خود منه با توجه به معنای خود حرف اضافه ها و مثال هایی که میزنم. فکر میکنم به این توافق برسیم. حالا بذارید من مثالش رو براتون بزنم. اولین دسته گفتم حروف اضافه زمانی. اول قبل از اینکه شروع کنم، در این 4 دسته ممکنه بعضی از حروف مثلا در حروف اضافه زمانی باشه، همینطور در حروف اضافه دلیلی باشه. یعنی مثلا اگه من به شما میگم ویغند، ممکنه هم در زمانی استفاده بشه هم در دلیلی. اینطوری نیست که فقط حروف اضافه در یک جا استفاده بشه، به شما بگین خب فقط این باید در زمانی استفاده بشه. خب من یکی یکی حروف اضافه رو می‌نویسم واسه‌تون. اولیش هست ویغند. دیگه من اینجا شماره گذاری نمی‌کنم. ویغند. ویغند به معنی در واقع در حالی که. در حالی که. حالا یعنی چی ویغند؟ اولا که یادتون باشه وقتی میگیم گنتیو، ما دیگه در گنتیو می‌دونیم چه اتفاقی می‌افته دیگه. در گنتیو در و در و داس میشه دس، به اضافه اینکه اسمم یه تغییرهایی میکنه دی هم میشه چی؟ در.
به همین ترتیب اگه آینر یا آینس داریم، آینر و آینس داریم، اونم که آینس. حالا بذار من اینا رو دیگه فقط با همین بشتیم تا آرتیکل، یعنی با آرتیکل های مشخص براتون گفتم. منظورم فقط تغییره که شما دیگه در گنتیب میدونید چه اتفاق بسه. حالا وقتی پس میخوام ورگند رو براتون مثال بزنم، باید حتما اینو بذاریم، من بذاریم مثالش رو براتون رنگ آبی بکنم، اینو خودش رو ثبت بکنم که قابل تشخیص بشه. خب وقتی میخوام براتون مثال بزنم، در مثال خواهید دید که چطوری این ورگند آرتیکل رو تحت تاثیر قرار میده. میگم در حالی که هر وقت که شما دو تا کار رو به صورت همزمان انجام میدید، میتونید از ورگند استفاده بکنید. میگی مثلا من این کار رو میکردم در حالی که داشتم این کار رو انجام میدم. حالا یعنی چی؟ من میگم ایش درینک کافی، یه ویرگول میذارم، ورگند ورگند ایش لومن گیستر. حواستون باشه وقتی که ورگند رو به کار میبرید، اولا قبلش کاما و بعدش فعل رو میبره آخر جمله. پس میگه من کافی مینوشم، حالا قهوه مینوشم، در حالی که من گلها رو آب میدم. گیسن یعنی آب دادن، گلها رو آب دادن، لومن گیسن. پس ایشترین که کافی ورگند ایشتی لومن گیسن، من قهوه میخورم، حالا اصطلاح فارسی قهوه میخورم در حالی که گلها رو آب میدم. پس داره این دوتا کار رو همزمان انجام میده. وقتی همزمان انجام میده اجازه داره از ورگند استفاده کنه. حالا که این مثال رو زدم متوجه میشید چرا من اینجا به شما میگم حروف اضافه زمانی یا مربوط به زمان، چون این ورگند داره همزمانی دوتا کار رو با همدیگه به شما نشون میده. یه مثال دیگه بهتون بزنم. مثلا میگم ورگند رو میرم اول، میگم ورگند ایش دن آب واش ماخه. ببین فعل رو برد آخر، ورگند اومد فعل رو برد آخر. میگه وقتی که من ورگند، بذاریم من مثال کامل بزنم. برینکت مثلا مسعود دست ایند اینس بیت. خب میگم در حالی که من ظرف ها رو میشورم، آب واش ماخن یعنی شستن ظرف ها، شستشوی ظرف ها. میگه وقتی من دارم ظرف ها رو میشورم، ورگند اومد فعل رفت آخر. دو جمله دوم که هاو واسمون هست، جمله اصلی هست، فعل میاد اول. برینگت مسعود دس کیند اینز بد. مسعود بچه رو به در واقع تخت میاره، به تخت خوابش میاره، حالا هرچی که فرقی نمیکنه، اینز بد به تختش میاره. بنابراین میگه در حالی که من دارم ظرفا رو میشورم، مسعود بچه رو به تخت میاره. حالا یعنی چی؟ یعنی که این همزمانی چی رو میرسونه؟ آب واش ماخن رو میرسونه و داس کیند اینز بت برینگن رو میرسونه. یعنی که همزمانی دو تا کار میشه. پس بازم از ورگند استفاده کرد. دوباره میایم یه مثال دیگه، باز ورگند ایش کوخه. وقتی من آشپزی میکنم ویه ایش فر و همه سادی. یه وقت در حالی که آشپزی میکنم تلویزیون میبینم، درست؟ پس ورگند اومده فر رفته آخر. جمله دوم، همزمانی دو تا کار در یک زمان رو میتونید از حرف اضافه ورگند استفاده بکنید. ایس کام ورگند فرانش تالتونگ سو هفتیگن هفتیگن. خب میگه اسکام ورگند در فرانش تالتونگ سو هفتیگن تو مولتن. یعنی در حین اسکام ورگند، در حین یا در حال برگزاری مراسم، فرانش تالتونگ یعنی مراسم، در حال مراسم منظورش هم برگزاری مراسم هستش، یک اغتشاش شدیدی تومولت یعنی اغتشاش شورش، حالا اینجا به معنی اغتشاش درگیری، درگیری هفتیک یعنی شدید. میگه در
حین برگزاری مراسم اغتشاش شدیدی پیش اومد. پس هر دوتا با هم دیگه به شکل همزمان بوده. یه مثال دیگه میگیم دو زولتس ویغندس اسم کاینه اسمس چایبه. میگه تو دو زولتس وقتی میگیم یعنی که در واقع میگیم تو نبایستی، ولی داریم در واقع به نوعی یک پیشنهاد یا یک نصیحتی داریم در واقع میکنیم. پس این زولتس نه به معنی فقط نباید هستش. دو زولتس ویغن دس اسن. پس ویغن میبینید که اسن دس اسن بوده شده دس و اسن تغییر کرد. این چیز که این بالا بهتون گفتم، گفتم ساختار اسم هم تغییر میکنه که همه تون میدونید دیگه، تو گنتیب اسم تغییر میکنه. خب حالا اینکه چه موقع اس میگیره، چه موقع ای اس میگیره، چرا اسنس شده اسنس و چرا بعضی وقتا دو تا در واقع ای اس میگیره، یعنی قبل از این اس همیده ای داریم، اینا رو همه رو تو گنتیو یا براتون توضیح دادم یا اگر درستش برسیم حتما این کار رو خواهم کرد، ولی داشتیم قبلا. پس همینطور اینجا بگم در فرانشتالتون، فرانشتالتون دی بوده شده در، به خاطر همین بهش میگن حرف اضافه گنتیوی. خب در اینجا در مثال اول وقتی براتون گفتم، خب این جمله بوده، دو تا جمله رو همزمانی شد، بعدش آرتیکل نبوده که بتونم بهتون بگم، ولی همزمانی دو تا مطلب رو با هم دیگه رسونده. در جمله دوم همینطور، در جمله سوم همینطور، ولی جمله چهارم یعنی اسکان ویغن در فرانشتالتون، حتی همینجا خود ویغن نقش گنتیویش هم حتی متوجه میشین. پس لزوما این نیست که اگر ویغن میاد حتما باید بعدش اسم باشه، مثل این جمله های بالا میتونه ویغن دوتا جمله رو به هم دیگه به نوعی وصف بکنه، ولی حرف اضافه هستش، کانکتور در اینجا نیست. خب دو زولتس ویغن دس اسنس، اینجا هم همینطور دست اسنس شده دس اسنس، این اس آخر کاینه اسنس هم میگه تو نبایستی موقع غذا در حین غذا یا در حال غذا خوردن، منظورش اینه، هیچ اسمسی رو بنویسه، یعنی کار خوبی نیستش. بچه من ویدیو تا جایی که اجازه بده سعی میکنم براتون این چهار قسمتی رو که گفتم، خب هر کدومش یه حرف اضافه داره، من خواهم مثال براتون بزنم، سعی میکنم که طوری این کار رو انجام بدم که ویدیوتون رو طولانی نکنه، حالا ممکن چند تا ویدیو داشته باشه. خب پس اولیش ویغن بود. حرف اضافه بعدی که داریم حرف اضافه اینر هالپ هست. خب من اگه اجازه بدید این مثال رو پاک میکنم که خیلی جا نگیره. اینر هال، اینر هال هم باز حرف اضافه اینر هال هم حرف اضافه گنتیوی هستش و به چه معنیه؟ در واقع به معنیه یک کمی من این رو اشتباه کردم، من رو پشیمون که من همینجا بینیمسم مجدد بینیمسم اینر حال باید. خب اینر حال حرف اضافه گنتیوی بعدیمون هست که باز هم چی هست؟ باز هم مربوط به حروف اضافه زمانی هست. حالا چرا بهش میگیم؟ برای که میگه اینر حال یعنی به معنی در عرض داخل یا درونه. شاید شما اینجا بگیم خب داخل یا درون که میشه مکانی، ولی من سعی میکنم که براتون یه مثالی بزنم که مشخص. مثلا ببینید در فارسی ما میگیم که شما در عرض مثلا 7 روز فرصت دارین که این صورت حساب رو پرداخت بکنید. این اینر حال همون هستش. وقتی میگیم در عرض، منظورمون در عرض چند روزه. پس چون در عرض یک زمانی رو داره میگه، باز هم از اینر حال استفاده میکنیم. خب وقتی میگیم داخل یا درون، بازم داخل یا درون مربوط میشه به اینر حال، و وقتی میخوام بگیم که شما اینا معنیای دیگرش هستش، اینا معنیای دیگرش هستش، مثلا وقتی میخوام برای اینر حال مثال براتون بزنم، من میگم که دو زولتس
مثلا دوست بذارین آبی کنم. اون معنی های دیگه شو براتون پاک کنم، برای که شما داری حرف اضافه رو یاد میگیری، مربوط به زمان رو داری یاد میگیری. میگم دو زلتس دی رشنونگ، تو بایستی که صورت حسابه ها رو این کال سوای بوخن به ساله. خب دو زلت دیرش نمگن این ها چسفای بخن به ساله، یعنی تو باید که صورت حساب ها رو در عرض دو هفته پرداخت بکنی. خب اگه بخوام یه مثال دیگه براتون برای اینر هال تمام به معنی درون یا داخل بزنم، ولی یه معنی دیگه شه مربوط به زمان نیستش، مربوط به داخل یا درون جایی هستش، میگیم ویه، همون که براتون اول معنیش رو نوشته بودم ولی پاک کردم، فقط برای اطلاعتون می نویسم. ویرشتان به اینر هال دست غوتن کرایسس. خب همونطور که میبینیم میگه ما ایستاده بودیم داخل دایره های قرمز، کرایسس دایره های قرمز، ولی میبینید که شده دس و این در واقع پسوند صفت در گنتیف هست و کرایسس یک کرایس بوده شده کرایسس. میبینید اینجا اسم به شکل ای اس تغییر کرده پایانش، ولی یه جای دیگه داشتیم که فقط پایانش دست اسن میشد دس اسنز. اینا رو قبلا بهتون درس دادم. خب این دو تا مثال رو پاک میکنم، یه دونه دیگه هم مربوط به حروف اضافه زمانی هست بهتون میگم، به معنی در واقع داریم اینو من آلمانی کنم، فانتمون رو داریم اوسر هالب یعنی خارج است، اوسر هالب یعنی خارج است. خب پس ما یه دونه اینر هالف داشتیم، یه دونه آوسر هالف داریم و یه دونه ویغند، اینا همه زمانی هستش. خب یه مثال هم برای آوسر هالف براتون بزنم. خب مثالش هم میشه زی دورفن او زی دورفن نیشت آوسر هالف die Öffnungszeiten kommen. میگه شما اجازه ندارید که، اینم آبی کنم، میگه شما اجازه ندارید که خارج از ساعت کاری، حالا ساعتی که باز هست ساعت کاری بیاین. پس وقتی میگیم خارج از ساعت کاری، پس مربوط به زمان هستش، اینم außer Halb و die Öffnungszeiten بذار میخوام این میشه در در اوپنون سایتن، چون دی بوده و در گنتیو میشه در. اینم مثال برای اوسر هال. خب این ستا رو داشته باشید، ما با حروف اضافه زمانی در گنتیو تموم کردیم کارمون رو، اینم من پاک کنم، با حروف اضافه زمانی در گنتیو یعنی بخش یک رو ما تموم کردیم، مثالاشو براتون زدم، میریم بخش دو سه و چهار رو ببینم چند تا ویدیو میشه و همین ترتیب براتون با مثال هاش توضیح بدم. روز و روزگارتون خوش، تا ویدئوی بعد.